چند ماه پیش بود که نوید با پیشنهادش اومد سراغم، بیرون کشیدن جوشن از زیر آب. سلام، خوبی؟ چند بار بگم اینجا من آمه صدا نکن، باز میخوام ببخشید. قربان، یه دقیقه میخواستم وقت رو نگیرم. وقت ندارم، فقط یه دقیقه خواهش میکنم. فایده ای نداره، اینا طرح تو قبول نمی کنن. چرا آخه؟ میگن خطرناکه. شما چی میگی؟ من هم میگم خطرناکه. من میدونم دنبال چی هستی. با بالا اومدن جوشن چیز بیشتری دستگیرت نمیشه. حالا بیشتر از 100 بار جزئیات شهادت پدرتو برات تعریف کردم. اما به خدا من دنبال بابام نیستم. بابام جلوی چشام، من دارم میبینمش. من دنبال چیزاییم که نباید فراموش بشه. همین. مگه ما چیزی رو فراموش کردیم؟ شما نه. شما هر روز دارین باهاش زندگی میکنین. اما ما چی؟ من برای زندگی کردن یه چیزایی لازم دارم. برای زندگی کردن جنگ لازم نیست. منم دنبال جنگ نیستم. اما خدا نکنه جنگ بشه. من یه تکاور نیرو دریایی ام، درست مثل خودت. وقتش که برسه خوب بلدم به جنگم، مثل خودت. تو چه میدونی ما چه جوری جنگیدیم؟ حرف منم همینه که شما چطوری جنگیدیم. من هیچ وقت از خودم نپرسیدم که اون روز بابام با این که میدونست میره زیرا واسه چی وایسان. قطعا به خاطر این نبوده که بعدن از مزایش استفاده کنم. اما یه چیزی خوب میدونم، بابام اون روز پای باورش وایساد، پای تکلیفش. هیچ وقت هم نگفت خطر داره. اینو خودتون واسم تعریف کردین، یادتون رفته؟ این معنیش چیه؟ معنیش اینه که وقتی پای تکلیف در میونه دیگه خطر معنا نداره. جوشن برای من یه تیکه آهن پاره نیست، همون تکلیف است، همون باوره. جوشن نشونه غرور منه. باید بیاریمش بالا تا همه ببینن که این مملکت رو کیا به چنگ و دندونشون نگه داشتن. همه بررسی تو انجام دادی که اینقدر اصرار داری این کار اجرا بشه؟ جوشن اینجا باشه میاریمش بالا. خب مسئولیتش با کیه؟ مسئولیتش به عهده خودمه. بسیار خوب، طرحتون رو دوتر ارائه بکنید. ممنون. موفق باشید. وقتی رفتی سمت جوشن عملیات اصلی فراموش نکنی. فهمیدی؟ تشفت. هیچ کار اضافه انجام نمیدی، فقط شناسایی. از حدی که برات مشخص کردم جلوتر نمیری. جای اشتباه کردن نیست. کاملا حواسم هست. نگران نباشم. ببین نوید، بعد سالها تو نزدیکترین موقعیت با پدرت قرار میگیری. خواهش میکنم به خودت مسلط باش.
نمیخوام اتفاق بعدی برات بیافته. نظر از کاری که برات کردم پشیمون بشه. چشم. نگران نباشید. برو به امید خدا. مراقب خودت باش. همون. ازت ممنونم. نوید نامزد دخترم بود، پسر علی، عزیزترین دوستم. عروسیشون نزدیک بود که به اصرار خودش قبول کردم که بره مأموریت. سلام آقای ترفیع. سلام علیکم. هادی، هادی. بله. داماد هنوز رو آبه. نمیشد بگم که نره. میشد؟ تو اگه میخواستی میشد. آخه الان چه وقت رفتن رو آبه؟ ای بابا، ببخشید دست خودم نیست. وقتی فکر میکنم که مروارید قراره از پیشمون بره بیشتر عصبی میشم. هادی نگاش کن، مثل خودمه. خوشبخت بشه الهی. مرسی. یاد روز عفتمون افتادم. یه دو جین چه خبر تفلت خودت. منم دلم میخواست همه چی رو خودم بچینم. دلم میخواست همه چی مرتب باشه. پدرم بهم گفته بود نظامی ها نظم و دوست دارن. منم میخواستم یه کاری کنم که تو بالاخره که خودتو تو دل من جا کنی؟ بعد از 2 ساعت معطلی با اون لباسای تکاوری از اسکوت نفتش اومدی، مثل اینکه از جنگ برگشته بودی. بابا نوید نکرده؟ میرم این کارتا رو بدم، نویدم خودم کت بسته میارم خدمتتون. خواهم بول دادیه بابا، بیاریشا. حتما. سلام علیکم، حال شما خوبه؟ سلام. سلام، دیر کردی؟ منتظر نوید بودم، زنگ زدم عملیات گفتن هنوز نیومده. خودم میرم دنبالش. خداحافظ. به سلامت. به سلامت. یه فهمی خواهیش میکنم. ببین، نوید دلش میخواست عکس پدرش سر سفره باشه. خیلی هم خوبه، چرا که نه. بفهمی. قربان جام ناخدا تقریب تشریف آوردن. لطفا راهنماییشون کنید تشریف بیارن داخل. جام ناخدا بفهم. سلام علیکم. سلام علیکم. خیلی خوش آمدید. سلام علیکم. سلام علیکم. ایشون جناب خدا هادی تقدیر، فرمانده واحد تکاوران منطقه و یکی از زبده‌ترین و با تجربه ترین افسران تکاور نیروی دریایی. بله، تعریف شما رو خیلی زیاد شنیدم. تنها بازمانده ناو جوشن. بهتره بگین تنها جامانده. ایشون دارن روی عملیات بیرون کشیدن ناو جوشن از زیر آب هم کار میکنن. مگه چیزی ازش باقی مونده؟ هرچی هم ازش باقی مونده باشه برای ما خیلی با ارزشه. خلیج فارس و پسته جوشن. خدمت رسیدم که کارت تقدیمتون. مبارک انشالله. خوشحال میشیم. خدا نگهدار. خدا نگهدار. من خدمتشون میرسم. در حق نوید پدری کردی. مطمئنم که محمدی هم ازت راضیه. من برم استقبال داماد. موفق باشید. شده. به محصه که رویتش کردن اعلام کنم.
میشم. ما به هوای تاریک میخوریم. انشالله برمیگردیم فردا با طلوع آفتاب عملیات آغاز میکنیم. مفهوم شد. مطمئنم که نوید زنده است. اون یکی از بهترین شاگردان من بین تکاور است. اون خوب بلده که از جون خودش محافظت کنه. خدا هم باید بخواد. مطمئنم که خدا با اونه. درسته، ولی شما از همون روز اول نباید میذاشتین که اون بره. این کار براش کمتر از جنگیدن نبود. اما الان زمان جنگ نیست بابا. جنگ تموم شده به خدا. دخترم، جنگ فقط شلیک گلوله داغ نیست. نگاه کن، اگه یه روز ناوای ما توی این آبا نباشن، همه چیز ما رو به تاراج میبرن. آدم هایی مثل نویدن که نمیذارن این اتفاق بیفته. تو باید از اول میدونستی که با چه کسی داری ازدواج میکنی. داری نصیحت میکنی بابا؟ نه، فقط میخواستم بدونی که داری چیکار میکنی. شاید این اتفاق بارها بارها بیفته. چرا شما فکر میکنی من نمیتونم مثل شما باشم؟ چرا فکر میکنی من نمیتونم مثل مامان باشم، مثل زهرا؟ من خوب میدونم دارم با کی ازدواج میکنم. خوشحالم، خوشحالم که درک میکنی. این کار برای نوید خیلی مهم بود. آره، انقدر مهم بود که روز عقدش تو دریا گم شد. گله و شکایت نبودم. هیچ وقت نمو کسی جز خدا درد دل نکرد. اما امشب فرق میکنه. خیلی دلم گرفته. تو اتاقه که آهنی زندان زندگی من نبید مثل یه پنجره رو به بهاره، یه بشارته. اون هنوز خیلی جوونه علی، میدونم میدونم خدا خیلی دوست داره علی. بخواه که نوید و هم برگردونه. اگه مشیتش هست وقتی علی رفت به خودم گفتم درسته که نوید پدرش رو از دست داده، ولی به لطف خدا کسی رو داره که بتونه بهش تکیه کنه.
تو این سالا منم با صبری که خدا بهم داد تونستم یه جوری رو پام بیستم. کلام برای همه چیز ازتون ممنونم. فقط یه خواهشی ازتون دارم، تصویر علی و دوستاش توی اون اتاقه که آهنی از جلو چشمای من پاک نمیشه. تحمل یه کابوس دیگر رو ندارم. خواهش میکنم اگه اتفاقی برای نوید افتاد پیداش کن. خودتونو مقصر ندونید. من تو این سالا یاد گرفتم که راضی به رضای خدا باشم. تصویر فیروزه رنگ علی برای من همیشه یادآور اون روز خاص بود. 29 فروردین سال 67، اواخر جنگ بود و آسیا با حمایت متحدان غربیشون به نفتکش‌ها و کشتی‌های باری ایران حمله می‌کرد. فروش و انتقال نفت ایران تحریم بود. خلیج فارس غرق کشتی‌های جنگی بود. اون موقع ما وظیفه داشتیم کشتی‌های تجاری را تا رسیدن به آب‌های آزاد اسکورت کنم. مثل همیشه باز داریم از ماموریت برمیگردیم. تو رفتی تو فکر، بگو ببینم به چی فکر میکنی. چیز مهمی نیست. بذار خانمه تو ببینم، بهش میگم گفتی چیز مهمی نیست. نه قربان، واقعا داشتم به یه چیز دیگه فکر میکردم. دیگه بدتر. پس بهش میگم اصلا به اون فکر نمیکردی و به چیزهای دیگه فکر میکردی. نه قربان، واقعا به این فکر میکردم که میشه یه روزی هم ما بریم به این اقیانوسا، چون هیچ وقت رو اقیانوس نبودم. اون روزم میرسه، اقیانوسا رو میبینی، زمانش خیلی دور نیست. تصویر قشنگیه. آره دیشب نقش پاره شد، وقت نکردم درستش کنم. اینم حکایت کار ماست دیگه، هر کدوم از ما این دونه‌های تسبیح جداگونه داریم کار خودمون رو انجام میدیم. در نهایت هممون با یه نخ به همینجوری وصل میشه. بدین من براتون نخ کنم. بس رو در میکنم. اصله؟ مروارید اصل خلیج فارسه. اینه یه صیاد مروارید بهم هدیه داد موقعی که بعضی‌ها بلنجش حمله کرده بودن. ما رفتیم نجاتش دادیم، اونم اینو داد به من. میگفت یه صدف خیلی باید صبر داشته باشه تا بتونی یه مروارید به این بزرگی رو تو دل خودش پرورش بده. اون وقته که گرانبهاتر میشه. بیا اینا پیشت باشه، من برم لباسامو عوض کنم. خیلی الان تو خونه منتظرم هستم. میبینم.
Satya Marine Tanker. This is Captain Mohammed, Iranian warship P-22. Our escort mission at this point completed. You're leaving the Persian Gulf now. Thank you very much for assistance. We proceed into next port of call. Thank you very much and goodbye. Wish you have a good journey. خسته نباشید. خسته نباشید. خسته نباشید جناب تبلی. شما هم همینطور قربان. برمیگردیم پایگاه. بله قربان. برپا برپا برپا. نیست بگو. خبر. دور. آزاد. گروه. آزاد. خسته نباشید بچه ها. خسته نباشید جناب. ماموریت اون تموم شد. آفرین. بریم راحت باشید. باشه در اختیار خودتون باشید. فرمانده سلام فرمانده خسته نباش یه لحظه تشریف میبرید پول آره چیه چی شده یه تماس اضطراری داشتیم از شناور ایرانی تو نقطه 55 ظاهرا نزدیکترین واحد به محل ما هستیم دستور اکید دادن بریم به محل و گزارش بدیم موقعیت فعلی 6 مایل شمال غربی نقطه خورشید راه 340 سرعتمون هم 16 است بریم به سمت موقعیت چالی بریم امکان تماس وجود نداره؟ قربان امکانش کنه تماسی نیست به پایگاه اعلام کنید که ما داریم از ماموریت شماره 10 برمیگردیم وضعیت سوختمون مناسب نیست بله قربان 414 کوسه هستم یادداشت بفرمایید ظفر 44 آور 50 شاهد 10 جناب خدا دستور اکی دادن که خودتون رو محل برسونید سمن اخلاق شده که محل قبلا توسط دشمن میریزی شده بسیار خوب اتفاق افتاده؟ به بچه اتون میگیم باید آماده باش باشه با صورت تمام میریم به موقعیت 55 بله قربان وضعیت سوخت و مناسب نیست تا از موتورها رو به حالت آماده باش از خط خارج کنیم وضعیت هوای محلی منطقه رو اعلام کنیم سکانی راه 340 سکان 5 به چپ راه 300 بله سکان 5 درجه به چپ راه 300 سکان وسط راه 300 چهار موتور آهسته به جلو بله چهار موتور آهسته به جلو مخابرات به پایگاه اعلام کنید که ما در گمایلی موقعیت هستیم بله آقا 414 کوسه هستم یادداشت بفرمایید شما بهتر با تیمتون بدید برای مراقب باشید حافظ محلی جنگو بزن آتش دو محل جنگ محل جنگ آمادگی درجه یکی کنترل صدمات وضعیت زلو بچه آماده باش ماموریت ماموریت خود باشید Acho que a hora que a Doni está ali, tá? Vamos, vamos, vamos! Acho que a Doni está ali, tá? 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 Acho que a Doni está ali, tá?
چیزی در اطراف کشتی مشاهده نمیشه. بسیار خوب. رسیدم به کشتی. اشاره گشتیم چیزی مشکوک پیدا نکردیم. بهتر برید داخل. تو از جنابرا دارن از اونور به ما نزدیک میشن. تو برو بالا کمکی کیوان. تو هم اینجا باش. حواست جمع باشه. همینجا واسه مراقب باش. تیمیناشون دورمون نزنن. ویسیم هم شد باشه. همینجا مراقب خود باش، من برمیگردم. من خوبم، برو بچه رو حمایت کن. برو بایش الان برای دشمن در رستم تا قبل نزدیک ما میشه. فاصله 15 مایل. نوش نوبر تششوهات ناقچه موشکنداز داره. اگزو با هادیو تیمش بگو باید سریع تر به جمعه. کشتی کنون گذاشتم. هادی بگوشم. به به، خبر خوبی بود. پس تو کشتی مورد هجوم قرار گرفتیم. جیمینی هاشون هم دارن دوربرمون میچرخن. موشک اندازاشون با شما. هوای من داشته باشم. زمان تقریبی محدوده تیر توپخانه بعد از کمتر از 15 دقیقه. قربان شناوری دیگه هم شناسایی شد. به نظر میاد که نیروهاشونو به سمت تکاورمون دارن هدایت میکنن. آره دارن میبینمشون. هر چهار موتور با حداکثر سرعت به سمت هدف تعیین شده. موشک آماده شلیک.
سرک سیستم آتش موشکی شماره یک رو هدف لاک. لاک شد قربان. آتش شلیک شد. بذار شما کسی دیگه هم جنگ نه تقام آزتون تو تا دست هم بکن موشک شماره دو آماده شلیک. موشک دو اصلا شد. موشک شماره دو شلیک. شلیک شد.
فرارشون بدی. آره اما برمیگردن. معطل چی هستن؟ نمیدونیم کیا بودن. داشتیم از کویت برمیگشتیم که چند تا شناور ناشناس نزدیک کشتی شدن. به بهونه‌ای که کشتی مأمور نظامی داره همه جا رو گشتن، بعدم کشتی رو تحویل بسیا دادن رفتن. این رو عرشه کشتی پیدا کردی؟ هادی جان، هادی کوسه هستم. موتورخونه رو از کار انداختن و چند تا موتوریست اصلی گرفته بودن. خدمه رو هم غافلگیر کردن و به کشتی حمله وسیعی شده. بسیار خوب، خسته نباشی. حافظ جان، ختم جنگ رو بزن. ختم محل جنگ، ختم محل جنگ. بازگشت به حالت درجه دوی کنترل صدمات. وضعیت یانکی. خسته نباشید. قربان، رادار دچار یه اختلال پارازیتی شده. یه سیگنال مزاحم داریم. فکر می‌کنم به خاطر هواپیمای ناشناسی که توی فضای منطقه دارن پرواز می‌کنن. قربان. مدور اینجا رادار رو تغییر بدین. اگه چیز مشکوکی مشاهده کردین به من اطلاع بدین. ممنون. بابایی زخمی شده، بچه ها برفیس کمکش کنن. بشقایی برو بقیه بچه ها رو هم بیا. دست هاشونو بکن، غذاشونو بخور. لا تکلو. اینو ببرش بیرون. ازشون بپرس شما از این مهمات استفاده کردین؟ تو استفاده تمون های اسلحه؟ غذاشون رو بخورم. اکلو هادی جان، چی شد؟ چیزی دستگیر شد؟ فهمیدین اینو تو کشتی چی کام کردن؟ نگهبان گذاشته بودنشون تا ما ریدن مخفی شدن که غافلگیر رو میکنن. عجب. این هم اونجا پیدا کردن، امریکاییه. پس کار اونا بوده. احتمالا فکر کردن کشتی مأمور نظامی داره بهش حمله کرده. بعدم میدونم خبری نیست، تحویلی نداده. بسیار خوب، ممنونم. مشکرم. نباید میذاشتی بره، لااقل تو این شرایط. یادته تو هم همینطوری بودی، همیشه بی خبر می رفتی. هنوز اون شبا و ماهایی رو که مرواری تو بغلم بود و می رفتی روی آب تا برگردی و چشمم به در خوش می شد و یادم نرفته. وقتی خبری از روی آب می اومد، خدا خدا می کردم که درباره تو نباشه. با خودم می گفتم مبادا اتفاقی براش افتاده باشه، یعنی میتونم دوباره ببینمش. هر بار روی آب میرفتی هزار بار میمردم و زنده میشدم تا برگردی. وقتی تو نبودی عکس تو به مروارید نشون میدادم، بهش میگفتم دخترم ببین این باباست، بگو بگو بابا. بعد به عکست نگاه میکردم و با خودم میگفتم بابا
یه بابای کاغذی. باید هر طور شده نوید رو پیدا میکردم، به خاطر دخترم، به خاطر علی. دوباره یاد اون روز افتادم، روز تولد نوید، روز رفتن علی. تو راه بازگشت به بندر عباس بودیم که دیگه چی شده؟ مثل اینکه به سکوی 59 حمله شده. بدون من بیستم اینجا پی 22، لطفا اگه میتونید وضعیت خودتون رو گزارش کنید. بار با این پرم هم نرم برش قد شد الان رسیده. امروز تموم شدنی نیست. بله بسیار خوب، ممنون. ببخشید. نه همه این نیروها آمادن، کار دیگه هم هست انجام بدن؟ نه ممنون، متشکرم. راستی حالی جان یه لحظه بی تو در ببن. ببین هادی، من و تو با هم زیاد ماموریت بودیم. فکر کنم نزدیکترین آدم به من تو این ناوچه تو باشی. نمیدونم خبر داری یا نه، من امروز دارم پدر میشم. اه مبارکه، شاید اگه زودتر میگفتی به این ماموریت نمیفرستادن اسمون. والا تا الان بعد برگشته بودیم، ولی خب سر از اینجا در آوردیم. زهرا رو امروز دارم میبرم بیمارستان. قدم نورسیده مبارک، پسر یا دختر فرقی نمیکنه. گفتیم اگه پسر بشه اسمشو میذاریم نوید، اگرم دختر شد اسمشو میذاریم مروارید. بیا دقیقه بشین. من فرمانده این نافچم، هر اتفاقی که بیفته من باید با نابم باشم. همیشه دوست داشتم که یه برادری داشتم که بعد چند وقتی بزرگ شد بتونه عمو صداش کنه، ولی خب قسمتمون نشد. تو جایی برادر من، اگه موندی هوای زهرا و بچه‌مو داشته باش. این حرفا چیه؟ ایشالا همه با هم سلامت بر میگردیم. فعلا پیشت باشه. یادت به من گفتی یه مروارید هرچی بیشتر تو دل یه صدف میمونه بزرگتر و با ارزشتر میشه؟ این ناخچه همون صدف و تو هم مرواریدش. چی شد؟ رسیدین؟ بله، اما بهتر خودتون میایین ببینین. چهار موتوریست کامل. روی فرکانس هستی. حافظ اختارو بهشون بده. This is Iranian warship. You are in our exclusive economic zone and oil field. We warn you immediately keep clear of that platform and related area. خدا میدونه رو اون سکو الان چه خبره. بده من بیستم. This is commander officer of Iranian warship warning you to keep clear from platform now. قربان جز دوتا موشک چیزی دیگه ای نداریم. میدونم. Commander officer of US Naval Special Task Force. Captain, you can assign us and hand over your ship and crew. حالا میخوای چیکار کنی؟ میخوای شلیک کنی؟ باید ببینیم وضعیت چی میشه. امیدوارم مجبور نشیم.
جناب خدا ممکن سریع میرین اتاق عملیات؟ حافظ حواست باشه. وضعیت برو فقط این یکی نیست، دو تا نوبت دیگه هم هستن، هواپیماشون بالا سر ما داره میچرخه. یه کلام بگو کلا محاصره میگه. بریم سمت سکو برای عملیات نجات. نه اونطوری نمیشه قربان، کنترل آتش موشکشون رو ما لاک کردن. I'm commanding ops of US Naval Special Task Force. If you do not surrender your ship in 10 minutes, we'll open fire. Our missiles are locked on you. You must do as you have told. This is commander officer of Iranian warship. If you don't leave this area within 5 minutes, then we shall fire on you. حافظ محل جنگو بزن. بریم بالا. جناب فرمانده کارتون داشتم. باشه واسه بعد. شما میتونی من رای خودتون دست بدی اما من نه. درست داری میگی، ولی الان تو ناوچه‌ای هستی که فرماندهش منم. دست بزن دست. شما میخوای ما رو به کشتن بدین؟ این ناوچه ما در مقابل اونه مثل فیل فنجون میمونه. قبل از اینکه موشکمون به اونا برسه همه ما رفتیم ته آب. من میخوام زنده بمونم جناب فرمانده. من خود زنده بمونم. نگران نباش. قابل توجه کلیه پسنده فرمانده صحبت میکنم. لازم به توضیح نیست کردم تو چه شرایطی هست. لابد همه تو متوجه شدین که وارد یک جنگ نابرابر شد. میدونیم خیلی ها تو ساحل چشم انتظارتون هست، خانواده هاتون، فرزندانتون. من خودم امروز قرار پدر باشم. پدر فرزندی که شاید هیچ وقت نبینمش، ولی آینده اون فرزند برام مهمه. آینده همه فرزندهای ایرانی برام مهمه. رسیدن به اون آینده درخشان نیاز به امنیت داره. امنیتی که از همین نقطه شروع میشه. ما اگر الان جلوی این ناوهای نزدیم، فردا 10 تا ناوه این همین میپزن توی ناوها. اون وقتی که دیگه امنیت وجود نداره. من توی این آب میمونم، ببونم و بهشون ثابت کنم که با دسته خالی هم میشه دفاع کرد. هر کی هم خواست میتونه با من بمونه. یه قایق و اسلحه آماده کنید بدیم به اون کارگرای کشتی. حسرا رو هم بسپر بهشون، بگو تا میتونن اینجا دور شن. معلوم نیست آخرین قصه چه اتفاقی میافته، لزومی نداره صدمه ببینن. برو سربازی که رفتی؟ بله آقا. پس بلدی از این اسلحه استفاده کنی؟ بله آقا میتونم. مواظب خودت و بچه ها باش. چشم. مراقب اون اسیرا هم باش. بله. خدا خدا به همراهت. خبری نشد؟
موشکاشون هنوز رو ما قفلن، اما فکر نکنم شلیک کنم، احتمالا دارم بلوف میزنم. نمیشه بهشون اعتماد کرد، اینا همیشه دنبال یه فرصت میگردن. این موقعیت هم برشون بهترین فرصت. Our missile system is locked on you. This warship is my home, my land. It's impossible to be surrendered. I'm Iranian Muslim, and legend teach me how to defend. Ya Hussein. هوای گلاره داشته باش. خواسته نباشید. خوب کار کردید بهشون بسته بید. اگه این کارو نمی کردین بهشون این جرأت رو میدادیم که هر وقت دلشون خواست بیان تو محدوده ما. موشک و لاک رو هدف. موشک و لاک. موتور به حالت آماده باش برای استفاده از حد اکثر قدرت. I am commander of the US Naval Task Force. We will attack you if you disobey our commands. We will attack you by missiles at this time and have only 10 minutes to abandon the ship and surrender yourself to us. قربان یه موشک از سمت صد نه داره نزدیک میشه، روی ما لاک کرده. فرامین با تمام قدرت مراقب سکان به چپ. کنترل سیستم آتش موشکی شماره یک رو هدف لاک. لاک شد قربان. موشکی شماره یک اصلا شد. آتش شلیک شد. برو موشک منحرف شد، به هدف ثابت نکرد. برو موشک داره از سمت ساعت 9 نزدیک ما میشه. توپ باشه موشک، موشک از سمت ساعت 9 بزنش. توپ 76 آماده برای شلیک. خورد به هدف، خورد به هدف قربان. خدا رو شکر موشک بریم از سمتمون. موتور با تمام قدرت به جلو. هر چهار موتور تمام به جلو.
کی داره باز کنه؟ کمک! کمک! کمک کنید! کمک کنید! کمک کنید! کمک کنید! کمک تماس رادیویی پل فرمانی کسی به من میشنوه؟ اونو همه ارتباطات کسی صدای ما رو میشنوه؟ یکی کمک کنه. انفجار زامنه شو قفل کرده، کسی پیدا کنید. باب داره میاد تو، باب داره میاد داخل. بسو کجا میسید و برمینا کن بکن بمین اون اینجا خفه میشین. الان همه همه خفه میشین. الان همه 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 الان بازش میکنیم. الان یک دو سه، یک دو سه، یک دو سه، یک فایده نداره. کمک کسی باید از اون باش. حافظ! هادی! ما تو سی آی سی گیر کردیم! یکی بیان کمک! ساکه فکر کنم یکی اومد. ما اینجاییم تو عملیات. علی حادی ما اینجا کنم یه تقن رو دیواره سمت چپه با همون بندار محکم بکن رو دم خود نمیشه. Thank you.
خدا. چرا من؟ خدایا چرا من؟ این سوالیه که 25 ساله دارم هر روز از خودم میپرسم. چرا بین اون همه آدم تو نافچه جوشن فقط من زنده موندم؟ حس آدم گناهکاریو دارم که نیمه شب عاشورا خیمه‌گاه حسین رو ترک کرد. شرمنده بودم، دلم میخواست کنار دوستان بمونم، ولی اون در لعنتی بین من و اونا فاصله انداخته بود. کابوس در قفل شده از همون موقع ها شروع شد. باید زندگیمو دوباره معنا میکردم. خیلی طول کشید که بتونم جوابی برای این سوالا پیدا کنم. من زنده موندم تا قصه جوشن رو روایت کنم، قصه آدمایی که تو جوشن موندن و قصه خودم که جا موندم. آقا هادی، صدای منو میشنوی؟ این نویدمه، پسر علی. من چی باید بهش بگم؟
شبا جای لالایی چه قصه براش تعریف کنم. آدی شما که خودت ندیدی نه؟ ببخشید قربان. بله رسیدیم به جوشن. جی پی اس نشون میده همین جاها باید باشه. مطمئنم که همین دوره براست. توی اون اوق زیاد نمیتونی بمانی، میدونی که افه اولم نیست. برای ندید اگر اتفاقی افتاده باشه کارا جریان آب اونو برده. قواسی نمیتونه با کپسول هوا زیر آب این همه دووم بیاره. عقلم میگفت نوید نمیتونه زنده باشه. احتمالا این نوید کپسولهای بیشتری همراهش بوده، ولی من نمیخواستم و نمیتونستم اونم مثل پدرش زیر آب رها کنم. پشت در اتاقک آهنی هنوز باید چیزایی از علی و همراهاش باقی مونده باشه. فکر کردم که نوید حتما سعی کرده این در رو باز کنه. خودم رو گذاشتم جای پسری که برای اولین بار میخواد پدرش رو در آغوش بگیره. هیچ در بسته‌ای نمیتونه مانع اراده چنین کسی بشه. نوید حتما دنبال راه دیگه‌ای برای نفوذ به داخل جوشن بوده. معجزه میتونست نوید رو به ما برگردونه و من معجزه رو باور داشتم. وقتی نوید رو پیدا کردم پای زیر جسم فلزی سنگین گیر کرده بود و هوای کپسولش هم در حال تموم شدن بود. عجیبترین چیزی بود که تو زندگیم دیدم. نمیدونستم برای چند ساعت و برای چی اونجاست. کافی بود کمی دیر برسم یا ناامید بشم و برگردم تا اونو برای همیشه از دست بدم. Thank you.
نگاه کن. هادیه برو ناجی خبر کن. همیشه به نوید و مروارید میگم مرزای ما جایی نیست که خشکی به پایان میرسه. دریا هم بخشی از سرزمین ماست. بهشون میگم که قدر آرامش و امنیت این دریا رو بدونن. ما زمان جنگ در تعداد زیادی عملیات دریایی شرکت کردیم و روزها و هفته ها در ماموریت دریا نوردی بودیم تا امنیت رو به وجود بیاریم. حالا حوزه عملیاتمون گسترده تر شده. اقیانوس هند، دریای سرخ، با مافیای نفتی درگیریم، با دزدان دریایی، و این ادامه همون راهیه که علی و همه دوستان دیگه‌مون به خاطرش جونشون رو فدا کردن. این قصه ایه که نویدم باید برای بچه‌هاش تعریف کنه. قصه جوشن. شمشیر روش